اما معصومه ابتکار معاون زنان و امور خانواده در نهاد ریاست جمهوری ایران اعلام کرده که لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی قوه قضاییه برای مشورت به قم ارسال شده. این لایحه بعد از بیش از 4 سال همچنان در قوه قضاییه در حال بازنگریه و خانم ابتکار تازه از ارسال اون به مراکز طرف مشورت در قم خبر داده. اما این لایحه شامل چه مواردیه و چرا تا کنون برای تصویب به مجلس ارسال نشده؟ برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. خانم امینی، این لایحه چرا حدود 4 ساله که در قوه قضاییه در حال بازنگریه و هنوز به مجلس ارائه نشده؟ اجازه بدین سلام کنم و صبح بخیر بشم بگم به شما و شنونده های رادیو فردا. و در پاسخ به سوال شما باید از اینجا شروع کنم که اساساً یک لایحه که میخواد در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه و تصویب بشه چه مراحلی رو باید پیش از اون بگذرونه. طبق اصل 85 قانون اساسی 3 مرجع قانونی تعیین شدن برای اینکه بتونن لوایح رو به مجلس ارائه بدن. یکی از اونها که مهمترینشون شاید باشه دولت هست، یکی شورای عالی استانها هست و مرجع سوم این هست که اگر 15 نماینده روی لایحه توافق داشته باشن و اون رو امضا بکنن و ارائه بدن مجلس، به هیئت رئیسه مجلس ارائه بدن، مجلس میتونه اون رو به عنوان یک لایحه وارد سیستم بررسی بکنه. حالا در این در واقع لوایحی که از طرف دولت به مجلس باید ارائه بشه، به طور معمول دولت در واقع نهادهای دیگه‌ای رو طرف مشورت خودش قرار میده. لایحه‌ای که شما ازش نام بردید، یعنی لایحه منع خشونت علیه زنان، در دولت پیشین آقای روحانی، زمانی که خانم ملاوردی معاون بخش زنان و خانواده معاونت ایشون بود، در واقع این لایحه تدوین شد و قرار بود که همون 4 سال پیش صحبت از این بود که تدوین لایحه تمام شده و این لایحه قرار هست که به مجلس ارائه بشه. اما همونطور که شما بهش اشاره کردین، در این 4 سال در واقع موانعی وجود داشت که به نظر میرسه بیشتر موانع فراقانونی هستند که به اسم طرف مشورت قرار گرفتن دولت در عمل مانع ارائه اون به مجلس شدن. از طرفی شنیده میشه که این طرف مشورت نهاد قوه قضاییه بوده، اما در عمل میبینیم که این قدرت این نهاد عملا از قدرت تدوینگر این نهاد، یعنی دولت، در ارائه اون به مجلس بیشتر بوده. خب این لایحه تا چه اندازه میتونه که جلوگیری بکنه از خشونت علیه زنان در ایران در صورتی که تصویب بشه؟ ببینید، یکی از مسائل و یکی از خلاهایی که همیشه در مسئله خشونت علیه زنان در به خصوص جوامعی که مثل ایران کنوانسیون حقوق زن رو امضا نکردن یا تبعیض در اونها قانونی و شرعی هست، تبعیض جنسیتی، یکی از راه‌های کاهش این خشونت رو تصویب قوانین و لوایحی میدونن که تا حدی ما رو به نزدیک بکنه. یعنی شما اگر دادگاه‌ها رو مرجع قضاوت برای تعیین نسبی عدالت هم بدونید، باز این دادگاه‌ها نیاز به قانون دارن. اگر دولت رو مرجع تصمیم گیری برای مثلا بودجه بدونید یا برای در واقع پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار بدونید، این باز نیاز به یک مرجع قانونی داره که بهش اجازه این تصویب بودجه رو بده. خیلی از موارد دیگه هست که میشه بهش اجازه داد. اما نکته‌ای رو که باید بهش اشاره بکنم این هست که تا اینجا دولت حتی نتوانسته چانه زنی سیاسیش رو در حدی پیش ببره که بتونه این لایحه رو در حد طرح به مجلس ارائه بکنه. بنابراین یه مقدار سخت هست پذیرفتن این که در شرایطی که به جای دولت قوه قضاییه داره میره از مراجع مذهبی در قم اجازه طرح مبحث بگیره، چطور میشه به دولتی که تا این حد میشه گفت شاید با بی‌عرضگی عمل کرده در این حوزه انتظار داشت که بتونه مجری خوبی برای ادامه این طرح باشه. بله، ممنون خانم امینی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. مرسی از شما.